با مجموعه خبری ساعت ده خوش آمدید. سرخط خبرها. در گذشت شیخ محمد آصف محسینی از پرنفوذترین روحانیون افغانستان. محمد آصف محسینی با عمر 84 سالگی درگذشت. گفتگوهای نفسگیر و پیشرفت‌های چشمگیر. زلمه خلیلزاد از پیشرفت عالی در گفتگوهایش با طالبان خبر می‌دهد. در این گفتگوها پیشرفت‌ها بسیار چشمگیر است و ما امیدوار هستیم که انشاءالله با پایان یافتن گفتگوهای بین الافغانی ما به صلح برسیم. کمیسیون اصلاحات اداری و آزمون کامپیوتری. چندین مرکز گرفتن آزمون‌ها توسط کامپیوتر در 7 ولایت کشور گشوده شدند. کمیسیون که اگر طول امکانات و حمایتونه چه ورته ضرورت ده دغه کسانو څخه کوو چې یو وار اداره بیرته خلکو ته ولاړ شي. و رویارویی اسلام آباد دهلی نو بر سر مسئله کشمیر. به نام خدا و شب شما بخیر. شیخ محمد آصف محسینی از پرنفوذترین روحانیون کشور درگذشت. تلویزیون تمدن که مربوط به آقای محسینی است با آغاز نشرات ویژه ساعت پیش مرگ او را تایید کرد. در سالهای پسین بارها خبر مرگ وی شایعه شده بود و اما این بار خانواده‌اش نیز این خبر را تایید کرده است. آیت الله محمد آصف محسینی در کندهار زاده شده بود و در عمر 84 سالگی درگذشت. در انفجار یک ماین در شهر هرات یک غیر نظامی جان باخت و 5 تن دیگر زخم برداشتند. سرپرست دفتر مطبوعاتی فرماندهی پلیس هرات میگوید که این ماین در بدنه یک اراده موترسایکل سه‌چرخه جاسازی شده بود و در ناحیه 12 شهر هرات انفجار کرد. او میگوید که احتمال افزایش تلفات این رویداد وجود دارد. زلمه خلیلزاد از پیشرفت عالی در گفتگوهایش با طالبان در قطر خبر می‌دهد. آقای خلیلزاد در صفحه توییترش نگاشته است که توجهش در چند روز گذشته در گفتگوها برای تکمیل یک توافق بالقوه با طالبان بوده است که به گفته او خروج وابسته به اوضاع افغانستان را از این کشور اجازه می‌دهد. خلیلزاد می‌گوید که تا ساعات دیگر در یک سفر از پیش برنامه‌ریزی شده به هند می‌رود تا اجماع جهانی برای حمایت از روند صلح افغانستان بیشتر ایجاد شود. به گفته خلیلزاد تیمی گفتگو کننده وی در دوحه گفتگوها را با طالبان ادامه خواهد داد تا روی 4 بخش توافقنامه یعنی خروج نیروها، آتش بس، تضمینهای ضد هراس افغانی طالبان و گفتگوهای میان افغانان توافق به دست آید. رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگوید که حکومت از یک تهدید امنیتی در برابر پیکارهای انتخاباتی هشدار داده است. از این رو وی نتوانست که دیروز در یک برنامه انتخاباتیش حضور یابد. رحمت الله نبیل میافزاید که رئیس جمهور غنی به علت حراسی که از افشا شدن کوتاهی‌های چند سال گذشتهش دارد با چنین هشدارها مانع پیکارهای انتخاباتی میشود. در همین حال احمد ولی مسعود و ابراهیم الکوزی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهور را به سوء استفاده گسترده از امکانات دولتی متهم می سازند. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه یک برنامه مردمیش را از بهر هشدارهای امنیتی که از سوی نهادهای امنیتی به نامزدان فرستاده شده بود لغو کرد. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با انتقاد از حکومت میگوید که طالبان در سالهای گذشته و نیز در گفتگوهای صلح مخالف برگزار شدن انتخابات بودند، اما حکومت از این تهدیدهای طالبان سوء استفاده میکند تا پیکارهای انتخاباتی نامزدان را برهم بزند. حراس ازی دارند که ما میریم در بین مردم استاد میشیم، اما شکستهای 5 ساله و دلایلش و کیها باعث ازی شده برنامه واهیشانه او نارب چلنج میکنیم. فکر میکنیم یک دلیل اساسیش باید می باشد. در غیر از او در موقف فعلی ما هم حق مساویانه باید داشته باشیم.
و این خودش به نظر ما به یک شیوه کمک کردن است به طالب، چون طالب هم با این انتخابات مخالفت خود نشان داده. یک نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری نیز میگوید که رهبران حکومت که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هستند تمامی امکانات دولتی را در اختیار دارند، اما نامزدان دیگر حتی از امکانات تامین امنیت برخوردار نیستند. ما امکانات امنیتی ما برابر نیست. یک روز افراد روان میکنن، دیگر روز باز میگن که جایشان نیست، ما یک روز دیگر جایشان روان میکنیم، بعد میگن که ما دریور برتان میتونیم، بعد میگن، یعنی یک چیز گدوبدی که تا امروز که تقریبا نزدیک به 10 روز میشه. ما قطعا او تمام وسایل امنیتی گپاره ایت نداریم، یک چیزایی داریم به شکل پراگنده نامطمئن و تا هنوز ایگپا تکمیل، اما حکومت خورش تمام استفاده میکنه از تمام امکانات. ابراهیم الکوزی نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور غنی نامزدان دیگر را هم شأن خودش نمیداند، از همین رو نمیخواهد نامزدان از تمامی امکانات در انتخابات برخوردار باشند. مطلق مست کاندید فسترگنه کته کیجی، مطلق مست د سیال فسترگنه کته کیجی، مطلق تور شانی انصار نی ولیدی، او مطلق دا ویلی دا چکاراجی چې دی ځانو نه کاندیدان کړی دی، دا څوک دی دی عملی وی دی خالیچری دا ټول کالیتری ام دی وی د سی تکلیف لري، مشکلات لري. اما وزارت امور داخله میگوید که این وزارت برای تامین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و نیز تامین امنیت انتخابات میکوشد. به خاطر تامین امنیت هر چی بهتر و خوبتر، این پروسه اساس مهم و تاریخی نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان از تمام امکانات دست داشته استفاده میکنه. مختصا در حدود 72,000 نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان عملا از این پروسه تامین امنیت میکنه. یک ماه و 26 روز دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است. 18 نامزد به شمول رئیس جمهور و رئیس اجرایی برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری در رقابت هستند. در این روزها تصویرهای از محمد اشرف غنی نامزد ریاست جمهوری در کنار تصویرهای شاه امان الله بر دیوارهای بسیاری از نهادهای دولتی دیده می شوند. شماری از شهروندان کشور می گویند که نامزدان انتخابات نباید از سالگرد آزادی کشور و شهرت شاه امان الله در پیکارهای انتخاباتی آن هم در نهادهای دولتی بهره برداری کنند. در همین حال کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می گوید که از آغاز پیکارهای انتخاباتی تا کنون 15 شکایت از نامزدان انتخابات دریافت کرده است که ممکن است یکی از این شکایت‌ها نصب عکس‌های محمد اشرف غنی در نهادهای دولتی باشد. همزمان با ادامه پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در آستانه سالگرد آزادی کشور، عکس‌های رئیس جمهور غنی، یک از نامزدان این انتخابات، به در و دیوارهای بسیاری از نهادهای دولتی در کابل و شماره از ولایت‌ها دیده می‌شوند. از این طریق می‌خواهیم که به اصطلاح خود خوبتر جلوه بدن. به نظر ما درست نیست. تصویرهای همانند روی دیوار وزارت سرحدات و اقوام و قبایل نقاشی شده هستند. تصویر از محمد اشرف غنی که برابر ساختمان این وزارت نصب است با پرچمهای ملی کشور تزین شده است. کاندیدایی که میخوان در این زمینه عکس‌های خودشان در پهلوی مثلا جناب امان الله صاحب نصب کنند، خلاف قانون است و خلاف کمپین انتخاباتی است. یک از این تصویرها به گونه دقیق زیر لوحه شهرداری کابل نصب شده است. سخنگوی شهرداری کابل میگوید که این تصویر پیش از آغاز پیکارهای انتخاباتی نصب شده است. عکسایی که قبلا نصب شده و عکس ها خو چون که عکس جمهور بوده و عکس ها در جای خود می باشه، ولی اگر به شکل کمپاین ما از استفاده کنیم، بعد از اون ما از استفاده بکنیم، ایتو چیز نخواد استفاده بکنیم. اما آیا نصب عکس‌های رئیس جمهور در جریان پیکارهای انتخاباتی در نهادهای دولتی تخطی از قانون انتخابات نیست؟ در زده دسلیم کالیز دل منزل و مراسم چلور میاشتی مخ که پیل سوی و در حقه تر سنگ چه در مدگی در زده دارو زفرانی و الکیجی شغلی محمد اشرفانی در کاندیداتوری تر سنگ در هیواد جمهور رئیس هم دی او دایو معمول دی چه در برحال جمهور رئیس عکسونه په دولتي او غیر دولتي دوایرو او نور عامه ځایونو کې نصب وي. در همین حال کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید که در 9 روز گذشته
15 شکایت همچون کارگیری از منابع دولتی در پیکارهای انتخاباتی و نیز شرکت کارمندان بلندپایی دولتی در این پیکارها ثبت در این نهاد شدند. این مورد نیازمند تحلیل حقوقیه و بررسی شکلی و سرانجام بعد از او که یک فیصله در کمیسیون صورت گرفت من موظف هستم که باید بیان کنم که تخلف شده یا تخلف نشده. در کنار کابل در برخی از ولایت‌ها چون هرات نیز در شمار از نهادهای دولتی عکس‌های رئیس جمهور غنی دیده می‌شوند. منابع نزدیک به دسته انتخاباتی محمد حنیف اتمر می‌گویند که با وجود نشست‌های پیهم بنبست میان آقای اتمر و عطا محمد نور و نیز محمد یونس قانونی از میان برداشتن نشده است. این منابع می افزایند که برگزار نشدن پیکارهای انتخاباتی دسته انتخاباتی محمد حنیف اتمر نشان دهنده وجود اختلاف نظرهای درونی این دسته انتخاباتی می تواند بود. 9 روز از پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، اما دسته انتخاباتی محمد حنیف اتمر به علت کشیدگی میان اعضای رهبری این دسته انتخاباتی تاکنون هیچ برنامه انتخاباتی نداشته است. جناب اتمر با وعده هایی که به خاطر تشکیل این تیم داده بود عمل نکرده و این گپ سبب شده که تا بخشی از افراد اشخاص زینفوزی که در تشکیل تیم ازی اشتراک داشتند نسبت به جناب اتمر بی باور شود. اما گپ ما این هست که هرچه عاجل باید تیم های بسیار قوی و مقتدری شکل بگیرد. تیم آقای اتمر هرچی زودتر که میتونن هر تعامل و هر معامله خرید و فروش قدرت و یا هر موضوع دیگه که بین تیمشان دارن باید نیره حل بکنن. دو مشکل بر مردم افغانستان ایجاد کردن، یکی یک دسته مردم که طرفدارشان هست در یک انزوا قرار دارن و موضوع دوم که در کلیات مردم افغانستان یک نوع بی‌باور بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ساختند. این منابع میگویند که آقای اتمر در یک توافقنامه نوشته شده تعهد سپرده است که پس از پیروزی لوی جرگه ای را از بهر تعدیل قانون اساسی برگزار خواهد کرد و آقای نور را همچون نخست وزیر اجرایی معرفی خواهد نمود، اما اکنون نمیخواهد که در پیکارهای انتخاباتی این موضوع را مطرح سازد. سخنگویان دسته انتخاباتی محمد حنیف اتمر تنها از اختلاف دیدگاه‌ها میان اعضای این دسته انتخاباتی سخن می‌زند، اما در این باره جزئیات بیشتری به دست نمی‌دهند. فروپاشی بعد از کوتاه انتخاباتی خب یک صدمه سیاسی است برای پروسه انتخابات. طبیعتاً که طرفدارا و هواخواهشان نسبت به این که همچون تکت‌ها در مرحله فروپاشی قرار می‌گیرند تشویش دارند، نگرانی خواهد داشتند و ای کاش که چنین کار نشود، اما از لحاظ تکنیکی کدام مشکل برای پروسه صدم نمی‌رساند. حرکت سیاسی آزاد افغانستان به رهبری سید محمد علی جاوید که به تازگی از این دسته انتخاباتی جدا شده است میگوید که اختلاف ها میان محمد حنیف اتمر، عطا محمد نور و محمد یونس قانونی درباره کرسی نخست وزیری به بنبست رسیده است و راه حل روشنی دیده نمی‌شود. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای نخستین بار چند مرکز گرفتن آزمون‌ها را توسط کامپیوتر در 7 ولایت گشود. رئیس این نهاد می‌گوید که پس از این درخواست کنندگان بست‌های نهادهای خدمات کشوری به پرسش‌های کامپیوتری پاسخ خواهند داد و نتایج آزمون نیز در پایان آزمون روشن خواهند شد. نخستین مرکز گرفتن آزمون از سوی کامپیوتر از درخواست کنندگان مقام های خدمات کشوری در ولایت کندهار گشایش یافت. رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید که آزمون ها از درخواست کنندگان توسط کامپیوتر گرفته خواهد شد و آزمون دهندگان در پایان آزمون در خواهند یافت که خواهند دانست موفق شده اند یا نه. اوسه پوره نموجد سوالات په بانک تقریبا 60,000 سوالونه ده. د هر تخصص پکې سته د کال تر پایه پورې ان شاء الله چې ټول افغانستان ټول ولایتو د پاره به دیش زره سوالونه به پکې نو ځوانانو او مشرانو هغه کسان چې غواړي چې د افغانستان په اداره کې کار وکړي دې نه وروسته اساسي ټکې پکې همداده چې ځان باندې کار وکړي درسونه ووایي او نور افاقي معلومات چې ضروري ده هغه هم ورباندې کار وکړي. در روز نخست این آزمون در کندهار نزدیک به 30 تن برای به دست آوردن 30 بست با هم رقابت کردند. پدی که پس ساعت منه که در غلیم پدی که نکیزه در دیشه امتیان.
ته د امتحان څخه ډیر راضی یو ځکه چې په دې کې موږ ته دا د مستقیما معلومیږي چې دا یو شفافه مسله ده ځکه چې شفافه ده چې دلې ته سوال حلی مستقیم دلته هم کنټرول شروع دی په مرکز کې هم دغه ناظرین چې کوم راغلی دي کنټرولیږي در حالی که برخی از نهادهای ناظر بر کارکردهای حکومت کمیسیون اصلاحات اداری را به بی‌پروایی در عملی سازی نتایج آزمون‌های کامپیوتری متهم کردند و نیز بر مداخله شماره سیاستگران در روند استخدام کارمندان انگشت انتقاد گذاشتند اما اکنون رئیس این کمیسیون میگوید که کامپیوتری شدن روند استخدام جلو مداخله ها را در این روند میگیرد کسان چې سیاسی برخورد کول هغه پیژندل شوی ده اوس په دقت او په جدیت باندې قانون ورباندې پلی کیږي او خلک یا د کابل نه کسان استول کیږي چې والی صاحب سره په ګډه والی صاحبانو سره په ګډه هغه کس معرفي کیږي او خپل کار پیل کوي ځینې وخت داسې کیږي چې دا کسان بیا تهدید کیږي چې کار خوشی کی نو د تهدید د مخنیوي دپاره هم حکومت موږ په کمیسیون کې هغه ټول امکانات او حمایتونه چې ورته ضرورت ده د دغه کسانو څخه کوو چې یو وارې اداره بیرته خلکو ته ولاړ شي مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری میگویند که در کنار گشایش مرکز گرفتن آزمون کامپیوتری کندهار چنین مرکزهای در کابل و شش ولایت دیگر نیز گشایش یافتند و تا پایان سال روان شمار چنین ولایتها به 14 ولایت خواهد رسید تا لحظات دیگر نگرانی از وضعیت زنان در بخشهای دوردست افغانستان ادامه خبرها سازمان ملل متحد از وضعیت زنان در بخش‌های دوردست افغانستان نگران است. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور بر نقش زنان در گفتگوهای صلح تاکید می‌ورزد. همزمان با این وزارت خارجه کشور می‌گوید که پشتیبانی از ارزش‌های حقوق بشری به ویژه حقوق بانوان و آزادی بیان از خواست‌های بنیادی مردم افغانستان است و بی‌توجهی به حقوق شهروندان در هر گونه توافق صلح پیامد ناگوار خواهد داشت. از دومین پلان عمل ملی قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد زیر نام زنان صلح و امنیت در وزارت امور خارجه رونمایی شد. ما پیوسته تاکید کردیم که در هر گونه توافق صلح پاسداری از حقوق شهروندی مکلفیت جمعی همه ماست و هر گونه بی‌توجهی در این راستا عواقب ناگواری خواهد داشت. در همین حال اعضای شورای عالی صلح میگویند که وضعیت بانوان و آزادی بیان پس از توافق صلح با طالبان باید در این پلان عمل در نظر گرفته شود. موضوعاتی که در رابطه با زنان میآید، در رابطه با جابجایی افراد طالبا در جامعه به قسمی که خانم صافی گفتن وزیر صاحب صافی لوکالایزیشن که اینجا بیشتر طالب با یعنی جامعه طالب با جامعه که در اونجا زندگی میکنه بعضی تضادها و بعضی مشکلات وجود خواهد داشت. همه مردم افغانستان خواستار تامین صلح پایدار و آزادی اند و باید این موارد در گفتگو با طالبان مطرح شود. جامعه کنونی افغانستان جامعه سالهای قبل نیست و طالبان باید این را در نظر داشته باشند. رئیس اجراییه از وضعیت کنونی بانوان در کشور ناخشنود به نظر می رسد. چه از عنعنه ای که در گوشه های کشور ما هنوزم تحمیل می شود به نام عنعنه و عادات محلی بالای زنان کشور ما چه ادامه خشونت ها علیه زنان در عرصه های مختلف از محیط کار تا به محیط زندگی همه اینها واقعیت های تلخی جامعه ماست که امروز با او روبرو هستیم بانوان بسیاری در روند گفتگوهای صلح و انتخابات اشتراک می کنند و پلان عمل ملی نیز به خاطر رسیدگی به وضعیت بانوان است زنان به هیچ نیروی اجازه نمی دهند که در مورد مسائل ملی و زنان در غیاب آنها تصامیم اتخاذ گردد. این همه در حالی مطرح می شود که گفتگوها میان نمایندگان امریکا و طالبان در دوحه ادامه دارند و قرار است پس از رسیدن به یک توافق صلح گفتگوهای میان افغانان در نروژ برگزار شود. تا لحظات دیگر
کمک 12 میلیون دلاری کشورهای اسکندنویا و زنان در افغانستان. ادامه خبرها. همزمان با فرارسیدن فصل برداشت تربوز در بخش‌های شمال کشور، بهای تربوز در بازار میوه پایتخت رو به کاهش است. فروشندگان میوه‌های تازه در این بازار می‌گویند که بهای 7 کیلوگرم تربوز از 120 افغانی در هفته پیش به 70 افغانی کاهش یافته است. کشورهای اسکندنویا بسته کمک‌هایشان را به ارزش 12 میلیون دلار به اداره ملل متحد برای زنان در افغانستان اعلام کرد. مبلغ تازه کمک‌های نروژ، فنلاند، سویدن و دنمارک در 4 بخش به شمول صلح و امنیت برای زنان و توانمندسازی اقتصادی زنان در افغانستان تا سال 2022 میلادی هزینه خواهد شد. تا لحظات دیگر، جان باختن 19 تن در یک انفجار در شهر قاهره مصر. باز هم خوش آمدید. حکومت هند با ملغا ساختن ماده 370 قانون اساسی این کشور به وضع ویژه کشمیر پایان داده است. 8000 سرباز از سراسر هند به کشمیر فرستاده شدند و نیروهای زمینی و هوایی هند هم در کشمیر به حالت آماده باش در آمدند. دسترسی به اینترنت در ایالت جموع و کشمیر نیز متوقف شده است. حکومت هند میگوید که ایالت جموع و کشمیر را به دو بخش تقسیم خواهد کرد، اما پاکستان که بر سر مالکیت کشمیر با هند اختلاف دارد، این کارهای هند را غیر قانونی می داند و آن را نکوهش می کند. و اکنون چند خبر کوتاه دیگر از جهان. معترضان هنگ‌کنگی که خواهان کاهش فشارهای چین بر این منطقه هستند، بار دیگر با پلیس درگیر شدند. شمار بزرگی از باشندگان هنگ‌کنگ که مخالف سلطه چین بر این بخش هستند، یک اعتصاب کاری گسترده را نیز آغاز کردند. رهبر مذهبی ایران ادعا می‌کند که در ایالات متحده آمریکا هر خانواده 15 تا 20 کودک دارد. علی خامنه‌ای با این سخنان از زوجهای ایرانی می‌خواهد که فرزندان بیشتر بیاورند. در یک انفجار در شهر قاهره پایتخت مصر 19 تن جان باختند و 30 تن دیگر زخم برداشتند. این انفجار نتیجه برخورد یک موتر پرشتاب در یک جاده مزدحم با چندین موتر دیگر گفته شده است، نه یک حمله هراس افگنانه. سپاسگزارم از همراهیتان با طلوع. و در طلوع نیوز نگاه دوباره به سرخط خبرها. در گذشت شیخ محمد آصف محسینی از پرنفوذترین روحانیون افغانستان. گفتگوهای نفسگیر و پیشرفت‌های چشمگیر. زلمه خلیلزاد از پیشرفت عالی در گفتگوهایش با طالبان خبر می‌دهد. کمیسیون اصلاحات اداری و آزمون کامپیوتری. چندین مرکز گرفتن آزمون‌ها توسط کامپیوتر در 7 ولایت گشوده شدند. و رویارویی اسلام‌آباد دهلی نو بر سر مسئله کشمیر. محمد اشرف غنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگوید که زنان حدود صلح را مشخص خواهند کرد. آقای غنی که در ادامه پیکارهای انتخاباتیش امروز در یک نشست زنان در کابل سخن میگفت، میگوید که اگر در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، شورای را موازی با شورای امنیت ملی برای زنان ایجاد خواهد کرد. محمد اشرف غنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سومین برنامه پیکارهای انتخاباتیش در کابل
می گوید که حقوق زنان در گفتگوهای صلح معامله نخواهند شد. او وعده می دهد که در صورت پیروزی سهم زنان را در حکومت افزایش خواهد داد. ما توانمندی اقتصادی و ایجاد فرصت زنان را از رای صدقه خارجی نمی کنیم. ما امکانات داخلی را از آب گرفته تا آسمان افغانستان انکشاف می دهیم که در خدمت زن افغانستان قرار بگیریم. آقای غنی میگوید که انتخابات ریاست جمهوری در زمانی که برای آن تعیین شده است برگزار خواهد شد. کل تیمای انتخاباتی دیگر بگوین لحاظ خدا بیاین همی برنامه هایتان هم تشریف کنین. اگر گپ دارین خواه همی تیم دولت ساز واره، اگر حداقل 30% تعهدات را که ما برتان میکنیم اونا کردن، ام اونا را ترجیح بدین. دا گز و دا میدان. زنان شرکت کننده در این نشست نیز حمایتشان را از اشرف غنی اعلام کردند. 5 سال بعدی بریم در نکات دوردست کشور، به قریجات، به قریه و قصبات، جاهایی که بسیار دوردست هستند، برای زنها بیشتر کارهایی را انجام بدیم. به نمایندگی از زنان حاضر در مجلس می خواهم مشارکت زنان در حکومت آینده به اندازه مشارکت آنها در انتخابات باشد. با گذشت 10 روز از آغاز پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری تا کنون 6 تن از نامزدان این انتخابات پیکارهای انتخاباتیشان را به گونه رسمی آغاز کردند. اما از آغاز پیکارهای انتخاباتی 12 نامزد دیگر خبری نیست. رئیس جمهور غنی در واکنش به گفته های آقا جان معتصم یک مقام پیشین طالبان می گوید که انتخاب مردم روشن است و مردم نظام جمهوری اسلامی می خواهند. آقا جان معتصم در گفتگوی با تلونیوز می گوید نظامی که در نتیجه گفتگوهای صلح با طالبان ایجاد خواهد شد باید ترکیبی از امارت و جمهوریت باشد. این گفته های آقا جان معتصم واکنش برانگیز شده است و شماری از نمایندگان مجلس می گویند که مردم از امارت اسلامی طالبان خاطره های تلخی دارند. این مقام پیشین طالبان و از بنیادگذاران گروه طالبان در این گفتگو می گوید نظامی که در نتیجه گفتگوهای صلح به دست می آید باید ترکیبی از جمهوریت و امارت باشد، نه جمهوریت به تنهایی. نمیشه هم اگر چی باشه جمهوریت افغانستان در اسلامی جمهوریت امارت. یه طور یک نم چه شواکه که هم در او امارت باشه هم در او چی باشه، یعنی امارت جمهوری اسلامی افغانستان. یه طور یک نم شواکه در او هم ارزشت های جمهوریت چی باشه جای بجای باشه و ارزشت های امارت هم که جای بجای باشه. شماری از نمایندگان مجلس میگویند که 5 سال حکومت طالبان پاسخگوی نیازمندی های جامعه نبود. امارت اسلامی هیچ وقت نه پاسخگوی نیازهای اجتماعی مردم بوده، نه پاسخگوی نیازهای سیاسی مردم بوده و نه هم پاسخگوی نیازهای اسلامی مردم بوده. گفته های این مقام پیشین طالبان ظاهراً واکنش جدی رئیس جمهور را نیز برانگیخته است. انتخاب ساده است. جمهوریت یا امارت؟ جمهوریت، جمهوریت، جمهوریت. طالبان پس از تصرف بیشترین بخشای کشور نظام سیاسی را به امارت اسلامی مبدل ساختند. در آن زمان تنها پاکستان، امارت متحده عرب و عربستان سعودی این نظام طالبان را به رسمیت شناختند. کمیته مسئولیت خبرنگاران در واکنش به حمله بر موتر حامل کارمندان تلویزیون خورشید میگوید که خشونت‌ها در برابر کارمندان رسانه‌ها و خبرنگاران در ماه جولای امسال در مقایسه با ماه جولای سال گذشته چند برابر شدند. شماری از خبرنگاران نیز از افزایش تهدیدها سخن میزنند و میگویند که آنان همچون غیر نظامیان در میان طرف‌های درگیر قربانی میشوند. حمله روز یکشنبه بر موتر حامل کارمندان تلویزیون خورشید واکنش برانگیز شدند. اسدالله اخلاص، سوما محمدی و بریالی کارمندان این تلویزیون
در این رویداد زخم برداشتند. این خبرنگاران حمله بر موتر حامل همکارانشان را نگران کننده می گویند. دیروز که این حادثه که اتفاق افتاده بود خیلی وحشتناک بود، یعنی ترسیده بودیم، اما تعهد ما به همین مسلک هست. این آخرین حمله خواهد بود و نه نخستین حمله هست و چون این رویدادهای از سالهای قبلم تکرار شده و هیچگاه مانع اطلاع رسانی در کشور نشده. کمیته مسئولیت خبرنگاران حمله بر موتر حامل کارمندان تلویزیون خورشید را نکوهش می کند و می گوید که حمله بر غیر نظامیان یک جنایت جنگی است. در ماه جولای گذشته که چند روز قبل تکمیل شد، در یک ماه بیش از 37 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده بود. این در مقایسه با جولای سال 2018 یک رقم بسیار بلند است. در جولای سال 2018 ما 3 مورد در ایما داشتیم. در این میان شماری از خبرنگاران از آنچه که کوتاهی‌های حکومت در کار تامین امنیت میگویند نیز انتقاد میکنند. چنانه که زندگی شهروندان افغانستان در هیچ بخش تضمین نیست، در بخش روزنامه‌نگاری و کار در رسانه‌ها هم تضمین نیست و متاسفانه این جامعه کمتر از حمایت آنچنانی هم برخوردار است. چنین عملات نشان دهنده ای است که ترسان می‌خواهند خفه بسازند جامعه رسانه‌ای و همچنان صدای مردم افغانستان و اعمالی که صورت می‌گیرد البته انعکاس پیدا نکند. مسئولیت این رویداد را تا کنون کسی نپذیرفته است، اما افغانستان مرگبارترین کشور برای خبرنگاران گفته شده است. از روز جهانی تغذیه با شیر مادر در ولایت هرات بزرگداشت شد. ریاست صحت‌عامه هرات میگوید که برای جلوگیری از مرگ و میر کودکان، مادران باید به کودکانشان تا 2 سال شیر بدهند. تغذیه با شیر مادر یکی از حقوق کودکان است. اسلام نیز این حق را برای کودکان محفوظ داشته است و از مادر خواسته شده تا 2 سال به کودکش شیر بدهد. ریاست صحت عامه هرات برای آگاهی دهی به مادران همایشی را به مناسبت از روز جهانی تغذیه با شیر مادر در این ولایت راه اندازی کرده است. برای جلوگیری از مرگ و میرهای ناخواسته بسیار مؤثر هست. حتی طفلایی که همون لحظه اول در همون فرصت اول بعد از تولد شیر مادر میخورند تا 20% میزان مرگهای ناخواسته از اونا کاهش پیدا میکنه. در همین حال مادرانی که در این همایش شرکت کردند از مادران دیگر میخواهند تا دوره شیردهی کودکانشان را تکمیل کنند. شیر مصنوعی استفاده نکنن چون او تقویه و امو تغذی که شیر مادر داره هیچ شیری نمیتونه جایگزین شیر مادر باشه. طفل از شیر مادر تغذیه بشه از 6 ماهگی تا 2 سال باز میتونه به کنار از او از غذاهای متنوعی هم برای اطفال خود استفاده کنن، اما توصیه ما به تا 6 ماهگی از هیچ نوع غذا استفاده نکنن برای اطفال خود جز از شیر مادر. از سوی دیگر شماری از اعضای شورای ولایتی هرات آگاهی دهی را به مادران در دادن شیر به کودکانشان تا پایان 2 سالگی لازم می‌دانند. چون هر نوع غذای در تا 6 ماهگی چون گفتم که بعد و کلیه ها و سیستم هضمی اطفال کمتر از 6 ماه اینا ناقص هستند، نمیتونن غذای بیرونی تحمل بکنن، هر گونه غذایی که داده بشه اینا باعث سوء جذب و سوء هاضمه میشه و باعث منتج به سوء تغذیه میشه. پزشکان تاکید میکنند که شیر مادر بدیل ندارد و در نموی کودکی که از شیر مادر استفاده میکند تا کودکی که از شیر مادر محروم است تفاوت بسیار دیده میشود. این پزشکان میگویند که شیر مادر تمامی ویتامین ها و مواد غذایی مورد نیاز کودکان را تامین میکند. مقام های امنیتی جوزجان می گویند که بیش از 1000 جنگجوی طالب در این ولایت با نیروهای دولتی درگیر جنگ هستند. معاون مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی جوزجان می افزاید که این جنگجویان به فرماندهی مولوی سنت والی خودخوانده طالبان برای جوزجان با نیروهای دولتی می جنگند و می گوید که همکنون 2 ولسوالی در ولایت جوزجان به دست طالبان هستند.
همایش برای گزارشدهی از کارکردهای شماری از نهادهای دولتی اینجا در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان راه اندازی شده است. معاون مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی جوزجان در این همایش از کارکردهای یک سال پسین نیروهای دولتی در این ولایت سخن می‌گوید. 1260 مرتبه گزمه‌های مشترک و مستقل، 22 مرتبه کمین مشترک و مستقل را پلیس سازماندهی و اجرا نموده است. در نتیجه جنگ و درگیری ها تلفات سنگین به دشمن وارد کرده که در حدود 256 تن از دشمن در ساعات مختلف ولایت جوزجان کشته و در حدود 84 تن زخمی گردیده است. این همایش از سوی شورای ولایتی جوزجان برگزار شده است. نهادهای همچون زراعت، اطلاعات، فرهنگ و فرماندهی پلیس جوزجان برای گزارش از کارکردهایشان اینجا گرد آمدند. وظیفه ما البته ایجاب میکنم رئیس خادم شما و رئیس خدمتگار شما که تا ما بتانیم چگونه مردم را با دولت نزدیک بسازیم، تا اعتماد مردم را برای دولت بیشتر بسازیم، تا بتانیم که چالش ها و عکاسی هایی که در ادارات دولتی موجود هست توسط شماها و توسط ادارات دولتی که یک جا شدن تا ما عکاسی ها را از بین ببریم. شماری از کسانی که در این همایش شرکت کردند درباره گزارش های کارکرد های نهاد های دولتی دیدگاه های گوناگون دارند. کسی که مسئول یا به گزارش دهی باشه یا توضیح باشه در یک کار باید در آخر کار باید گزارش خود ایراد بکنه. به نظر ما در صورت 100% تطبیق شود بعد از میدان نواقص چالش ها در رفع نواقص چالش ها اگر اقدامی صورت بگیرد این کار درست است، ورنه یک نمایشی پیش از پیش نیست. به نظر من خیلی از گزارش های از اینا به نظر خودم به حد نمایشی است، اصلا گزارش های از اینا ناتکمیل است، خیلی از فعالیت های از اینا دیده نمیشه، ولایت جوزجان تا حدی که باید رشد بکنه رشد نکرده. این همایش در حال راه اندازی شده است که همکنون ولسواله های خماب و قشتیپه ولایت جوزجان به دست طالبان هستند و ولسواله های منگجه، قرقین، مردیان و درزاب ولایت جوزجان نیز با تهدیدهای بلند امنیتی روبرو هستند. بیش از 60 مرکز رایدهی در ولایت ننگرهار با تهدیدهای بلند امنیتی روبرو هستند. رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات در سفرش به ننگرهار میگوید که 61 مرکز رایدهی در ولایت ننگرهار به علت تهدیدهای بلند امنیتی در روز انتخابات بسته خواهند بود. نگرانی ها از تهدیدهای بلند امنیتی در برابر شماره از مرکزهای رایدهی در ولایت ننگرهار. رئیس دارلنشای کمیسیون مستقل انتخابات در سفرش به ولایت ننگرهار میگوید که از میان 451 مرکز رایدهی در این ولایت تنها 61 مرکز آن به علت تهدیدهای بلند امنیتی در روز انتخابات بسته خواهند بود. تاسو تو کارت تر کوم چې هر هغه ځای کې چې امنیتي ارګانونه هلته زموږ ووټر لیست موجود لري او هلته موږ رای ورکوونکي ولرو او امنیتي ارګانونه موږ ته ډاډ راکړي چې دغه ځای کې ټاکنې ممکن دي او امنیت تامین ده. در امینال دفتر ساحه‌ای کمیسیون مستقل انتخابات ننگرهار از نهادهای امنیتی می‌خواهند که امنیت مرکزهای رای دهی را تامین کنند. کم مراکز چې بند دي په هغه کې موږ ته امنیتي دفاعي ځواکونه ډاډ راکړی چې هم به د انتخابات په ورځ باندې د انتخاباتي موادو د لیک امنیت ډاډمن وي، هم به د رای ورکوونکو امنیت ډاډمن وي، هم به د ټاکنو د کمیسیون د کارمندانو هم د ناظرینو مشاهدینو. از سوی هم نهادهای ناظر انتخاباتی تهدیدهای امنیتی را در برابر مرکزهای رای دهی نگران کننده می دانند. در این امتحان به وروسته معلومی گی چی دوی دغه دیپسیان و مامورین ولسوالی و تا سمره ورزی ترنینگ کهی سنگ لیگ و نور مواد سنگ ور رسیگی. باشندگان ننگرهار از نهادهای امنیتی می خواهند که امنیت مرکزهای رای دهی را بیشتر تامین کنند تا باشندگان این ولایت با گونه گسترده در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. ادامه خبرها تا لحظات دیگر. و در پایان خبرهای ورزشی را ببینید. وقت بر همه شما خوش. محمد جواد سفری عضو تیم ملی فوتسال کشور در سال 1378 در شهر تهران ایران زاده شده است.
جواد نخستین های فوتسال را در ایران آغاز کرد. سپس بنابر علاقه که در بخش دروازه‌بانی فوتسال داشت، این رشته را به گونه حرفه‌ای در سن 12 سالگی در باشگاه افغان جوان آغاز کرد. ما زیر دست مربی خوبم آقای جواد محمدی که در تهران ساکن است، ما در آکادمی از این قبول شدم و تمرینات از این می رفتم و از سن در رده نوجوانان ما برای از این بازی کردیم و خوب درخشیدم در کپای لیگ های ایرانی و لیگ های مختلف. جواد تا سن 15 سالگی فوتسال را در همین باشگاه ادامه داد. سپس بنابر درخشش که از خود نشان داد، یکی از باشگاه ها به نام توحید از مهاجران افغان در ایران او را به خدمت گرفت. بسیار تیم خوبی بود. یواش یواش یک سال دو سال گذشت و مرا مردم ها شناختن که جوان با استعدادی است و ما همینطور ادامه دادم. شوقم فوتسال بود، خیلی علاقه بسیار زیادی داشتم و خانوادم دست پدر مادرم درد نکنه که همه جوره مرا حمایت کردن. سفری در سال 2016 از میان 500 بازیکن مهاجر افغان در سراسر ایران توانست عضویت تیم ملی فوتسال کشور را به دست بیاورد. تقریبا 6 تا از تهران انتخاب شد که ما دایی خوشبختانه بودم و مربی عزیز مستر رزاق ممرک و استاد سعیدی مرا قابل دانستن که در تیم ملی دعوت کنن و ما کارهای خود انجام دادیم و مشکلاتی که بود برای ما، سن ما خورد بود، هزینه‌هایی که در بر داشت و بالاخره انجام دادیم و در تیم ملی اشتراک کردیم. جواد نخستین تجربه ملیش را در رقابت‌های قهرمانی زیر 20 سال فوتسال آسیا که در سال 2017 به میزبانی تایلند برگزار شده بود تجربه کرد. تیمایی که از گروه از ما برآمد، تایلند و عراق، ایران اول شد، عراق دوم شد، تایلند سوم آسیا شد که ما در این قرعه در بعد واقعا گروه مرگ بود، گروه سختی بود و دیگه از تانیستیم در گروه سوم شدیم و از این گروه بر نمادیم و سال اول 20 سال از مسابقات برگشتیم. عشق و فوتسال جواد را توانست دوباره به تیم ملی بکشاند و او این بار در رقابت‌های قهرمانی فوتسال زیر 20 سال 2019 آسیا توانست با تیمش تا نایب قهرمانی برسد. خوش استم که لبخند در مردم خود هدیه دادم. تشکر میکنم بابت همه حمایتشان، مردمای عزیزم که از راه‌های دور و راه‌های مختلفی که آمده بودن در فینال مسابقات مرا از همه جانبه تشویق کردن و مرا سربلند ساختن. جواد همکنون تمرینات فشرده را در ایران آغاز کرده است تا بتواند عضویت تیم بزرگسالان فوتسال افغانستان را که تا کمتر از 3 ماه دیگر در مقدماتی جام جهانی شرکت خواهند کرد به دست بیاورد. کارگاه آموزشی بین المللی ساباکی آشیوها کاراته در ژاپن به پایان رسید. این کارگاه آموزشی از روز سوم تا پنجم ماه روان میلادی در شهر ماتسویامای ژاپن توسط سازمان نبین بین المللی آشیوها کاراته برگزار شده بود که در آن به شمول 14 تن از کادرهای فنی و مربیان فدراسیون آشیوها کاراته افغانستان 205 نماینده و مربی کشورهای عضو این سازمان شرکت نموده بود. حضور افغانستان بسیار مهم و برای اولین بار در اتو یک رویداد بزرگ قابل اهمیت است. ما آرزو میکنم با استفاده از داشته ها و مخته هایی که مربیان ما از این ترنگ به دست آوردن بتانن مؤثر و مفید واقع شوند. در این شکلی است که ایجاد همچو کارگاه ها در بالا بردن ظرفیت های ورزشی و مدیریتی تاثیر بسزای خود داره و هر مربی وقت در در این کارگاه آموزشی برای شرکت کنندگان شیوه های جدید ساباکی شاکراته از سوی مدرسین جهانی این رشته به گونه عملی و نظری آموزش داده شد. حرکات و تکنیک‌های بسیار خوب و جدید آشیوها کاراته را آموختم. امیدوار هستم که بتانم از گذشته کرده بهتر و بهتر در خدمت جامعه افغانستان قرار بگیرم. او دا تکنیکونه انشاءالله موږ ته د نورو مسابقاتو په کې ډېره
مرسته کی میشله چې موږ نو به شو زنیم خوشبختانه مداره که مربیگری و همچنان کمربند سیاه دانده امتحان بره مداره که جهان سن قول گالدی و کارت عضویت نو قول گالدی و بردم بزه کب نرسل ورگندی انشالله که الله مطال اگر نصیب بز قلگم بسه که ایتب مستر خدمت مردم بلسه. در کنار کارگوی آموزشی و بعد از سپری شدن آزمون 11 تن از مربیان فدراسیون ملی آشگاه کاراتی افغانستان مدرک کمربند سیاه دانیک جهانی خویش را از سازمان مدین بین المللی آشگاه کاراتی نیز به دست آوردند. پیش از دیدار بارسلونا و آرسنال در جام خوان گامپر، لیونل میسی به عنوان کاپیتان اول بارسلونا در فصل آینده برای هواداران تیمش در نیو کمپ سخنرانی کرد. میسی گفت بارسلونا همچون فصل گذشته برای به دست آوردن تمامی جام ها تلاش خواهد کرد. حقیقت این است که صحبت کردن پس از سپری کردن فصل گذشته سخت و دشوار است. از هیچ چیز افسوس نمیخورم و پشیمان نیستم. همون چیزهایی که فصل گذشته گفتم تکرار میکنم. من به این تیم، به این بازیکنان و به این کادر فنی اعتماد دارم و شکی ندارم که در کنار یکدیگر دوباره برای به دست آوردن تمامی جام ها می جنگیم. ما رویاهای تازه خواهیم داشت و امیدوارم که در کنار شما به آنها برسیم. در این مراسم زمانی که گریزمن برای حضور در بازی بارسا در برابر آرسنال برای اولین بار در یک بازی رسمی قدم به نیو کمپ گذاشت، هواداران بارسلونا از گریزمن استقبال بی‌نظیر نیز به عمل آوردند. تیم‌های بارسلونا و آرسنال شب گذشته در ورزشگاه نیو کمپ به مساف هم رفتند که این بازی سرانجام با نتیجه 2-1 به سود بارسا تمام شد. آرسنال با تک گل اوبامیانگ در دقیقه 36 پیروز نیمه اول شد. اما بارسا در دقیقه 69 روی گل به خودی میتلند توانست بازی را مساوی کند. سوارز نیز در دقیقه 90 گل دوم را هم زد تا بارسا پیروز بازی شود. خوشحالیم که دوباره هواداران را ملاقات کردیم. در نیمه دوم تعویض‌های بسیاری داشتیم. در نیمه اول بدون ریتم لازم بازی کردیم. اما نکات مثبتی از تیم و بازیکنان دیده شد. اونای امره سرمربی آرسنال از عملکرد شاگردانش در این بازی ستایش کرد. من از عملکرد بازیکنان در این بازی کاملا راضی استم. ما هفته آینده در لیگ برتر به مساف نیوکاسل خواهیم رفت و نتیجه آن بازی مهم خواهد بود. قرار است لیگ برتر انگلستان از روز جمعه آینده با برگزاری یک دیدار آغاز شود. سیتی بازی را بهتر آغاز کرد و توانست در دقیقه 12 به گل برسد. ارسال زینچکنو در محوطه به داوید سیلوا رسید تا پاس او بهترین فرصت را مقابل دروازه برای استرلینگ فراهم کند و او با ضربه از بین پاهای الگیوسن زننده گل اول لقب گیرد. در ادامه نیمه اول جریان بازی آرام شد و در نهایت سیتی با برتری 1-0 روحیه رخت کن شد. لیورپول نیمه دوم را طوفانی آغاز کرد و فرصت‌های فراوان ساخت و چند موقعیت گلزنی به دست آورد، اما نتوانست از آنها استفاده کند تا در نهایت لیورپول در دقیقه 78 به گل رسید. فندایک در گوشه زمین صاحب موقعیت شد و ارسال او در دهانه دروازه با سر ماتیپ همراه شد تا هنرنمایی زوج خط دفاعی لیورپول آنها را به گل تساوی برساند. در دقیقه 83 لیورپول تا آستانه زدن گل دوم هم پیش رفت، اما ضربه نبی کتا از درون محوطه با عکس العمل زیبای کلیدیو براوو دفع شد. در اوقات اضافی محمد صلاح در موقعیت تک به تک تا آستانه زدن گل دوم پیش رفت، اما ضربه او در نزدیکی خط دروازه با حرکت اکروباتیک کایل واکر بازگردانده شد. در ثانیه های پایانی کلیدیو براوو ضربه زمینی شکری را از گوشه محوطه مهار کرد تا این جدال تماشایی به ضربات پینالتی کشیده شود. در ضربات پیناتی انسیتی بود که پیروز میدان شد و جام قهرمانی رقابت‌های سوپرکاپ انگلستان را بالای سر برد.